السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیونی تاجیکستان منظور شما میگردانیم. در استودیو با شما مرجان شریفوا. سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت طلبات معاصر از نو تهیه و فعال کرده شد. توجه نمایید به گزارش همکارانمون. 17 ایول سامانه نوی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تهیه نو به شبکه جهانی اینترنت برآمد. سامانه نوی پرزیدنت نقطه تیجی که از جانب متخصصان ورزیده وطنی تهیه گردیده است، از شکل پیشینه خود با طرح زیبا و زمانوی، سرعت بلند و دیگر امکانات معاصر فرق نموده، همقدم با دستاوردهای نوترین تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، تأمین فوریت، سبکی کار استفاده برندگان و دسترسی آزاد و بی‌واسطه به خبرها از فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. در سامانه امکانات های نو برای دریافت کردن مواد ضروری از جمله پیشنهاد وسیع جستجو از روی کلید واژه ها، سنه و رقم، کلون خرد کردن اندازه متن ها، با صفت بلند در تجهیزات خود بارگیری کردن عکس و نوارها و یا در شبکه های اجتماعی مبادله نمودن آنها فراهم آورده شده است. برای استفاده برندگان کامپیوتر، تلفن های موبایلی و پلانشت ها طرح‌های علاهیده سامانه تهیه گردیده، خبرها در آنها به طور خاص جایگیر کرده می شوند. همه این مواد سامانه با 4 زبان، تاجیکی، روسی، انگلیسی و عربی پخش و با عکس و نوارهای بلند صفت پیشنهاد می گردد. بخش های سامانه از زیر بخش های زیاد عبارت بوده، در آنها معلومات مفصل و فراگیر جنبه های فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جایگیر است. در سامانه برای خوانندگان همچنین درباره تاجیکستان، رمزهای دولتی، پیشوای ملت، پرزیدنت، حکومت و دستگاه اجرایی معلومات پیشنهاد گردیدند. نامه به پرزیدنت از بخشهای مهم سامانه بوده، برای تأمین رابطه مستقیم و بواسطه رهبر دولت با استفاده برندگان این صحیفه اینترنتی و عموما مردم کشور پیش بینی شده است. باید یادآور شد که اولین مراتبه سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر سال 2005 تهیه گردیده، سال 2012 نوسازی شده بود. تهیه این نوی سامانه پرزیدنت نقطه تیجی با کارمندان واسطه های اخبار عامه و هر یک استفاده برنده شبکه جهانی اینترنت امکانیت میدهد که با استفاده از نوگانی های آن یا از صحیفه های پرزیدنت در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، X.com، تلگرام، یوتیوب سری وقت به واسطه و با آسانی معلومات ضروری را درباره فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دریافت نمایند. کمک های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه سنگوار رسانیده شد. کمک مواد خوراکواری و مصالح ساختمانی را در بر گرفته طریق کاروان ماشین ها از شهر دوشنبه به محل زیست آسیب دیدگان رسانیده شد. گزارش دیگل محمود از ناحیه سنگوار. طبر قبلا خبر داده بودیم، بر اثر بارشات باران و فرامدنی سیل در دهه یازغند ناحیه سنگوار یک چند خانه های استقامتی، خط های برق، راه و پول ماشین گذر پورا خراب و بلنگار گردیده بود. با مقصد رفع عاقبت های آفت طبیعی با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، در نوبت اول اهالی را از محل آفت به جایهای بیخف کوچانیده، بعدن خطای برق و راه های ماشینگرد را برقرار کردند تا مشکلات جای داشته سری وقت برطرف کرده شود. دهه یازغان در دو ساحل رود کوهی از سطح بحر در بلندی قریب 2000 متر جایگیر بوده، سالهای آخر 4 مرتبه از قسمت بالای محل اهالی نشین هنگام بارشات بارانی زیاد فرامدنی سیل به قید گرفته شده است. این است که بحر رفع مشکلات جای داشته ساختارهای دخلدار وظیفه دار شدند که در محل بیخف زمین جدا کرده شود تا اهالی در پرتو کمک و غمخاری های پیشوای معظم ملت منزل های نوی استقامتی خود را در مهلت کوتاه بنیاد نمایند. باعث خوشنودی است که امروز کاروان ماشین های پر از بار از قبیل مساله ساختمانی، چوب، تخته، ارماتور، سیمن و دیگر مساله ساختمانی و اینچنین مواد های غذایی، آرد، روغن، شکر، بیرینج و دیگر مسئولات های غذایی که با
با ضرر دیدگان آفت طبیعی که سنه 1 یولی سال جاری در دهه یازان رخ داد آمده رسیدند و امروز حالا در موضع زمین های نوی که به ساکنان ضرر دیده از جانب مقامات اجرایی محلی و حکومت دولت جدا گردان قرار داریم و ماشین های کاروان ماشین های پر از بار در همین موضع آمده رسیدند و تقسیمات ادامه دارد و نقشه داریم که خانه های استقامتی که با 17 خواجگی اولوی ضرر دیده تا برگزاری جشن استفاده دولتی ساخته به استفاده دیم و مینادرگی خود رو با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان میرسونیم که برای ما ساکنان ناحیه سنگور چنین دستگیری‌ها و غمخوری‌ها ظاهر می‌نماید. کمک های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اهالی از آفات طبیعی ضرر دیده و محل زیست ضرر دیدگان طریق کاروان ماشین ها از شهر دوشنبه به ناحیه سنگور رسانیده شد. کمک اساسا ده ها نمود مواد خوراکواری و مصالح ساختمانی را در بر می گرفت که آن را نمایندگان اگنتی ذخیره های دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در محل زیستشان به ضرر دیدگان سپاریدند. در نتیجه آفات های طبیعی ما ساکنان دهه یازغان ضرر به نهایت سخت دیدند. امروز با کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با تشبث جناب عالی محترم پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان با ساکنان دهه یازغان موادهای خوراکی تامین گردیدند. با جدا شدن زمین در محله نابنیاد خیمه های زیست نصب گردیده ساختمان ده ها خانه های استقامتی آغاز می گردد. با مقصد سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی ستاد ناحیوی رفع عاقبت های آفت طبیعی تشکیل شده در پرتو کمک و غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان منزل های زیست اهالی از آفت ضرر دیده وابسته به شرایط محل و در مدت پیش بینی شده با صفت بلند بنیاد کرده می شوند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگور. درک مسئولیت زفق بلند و اسلوب خاص در شهرداری و شهرسازی در واقع شهر دوشنبه از دید و نظر چی سیاحان و مهمانان خارجی و چی ساکنان مملکت به یکی از شهرهای زیبا و متمدن تبدیل یافته است. دوشنبه امروز مکانی برگزاری چوربینی های سطح بین المللی در سمت سیاسی، فرهنگ، ورزش، اقتصادی، صاحبکاری و سمت های دیگری عمده دانسته می شود. پایتخت مملکت مکانی فراخ زیبا و تازه، مترقی و به معنای تامش معرفگری تاجیکستان گشته است. گزارشچی منوچهر علیزاده در این خصوص. مفهوم های زیرین چون قلب سالمی در تپیش منظم، سیموی زیبا، نفاست از اسلوب، تراوت از تازگی، طبیعت سبز و زیبا، روند بنظام استحصالات و بنیاد کارخانه های استحصالی همگی یکی از صدها صفات و واقعیت است که به محابات به پایتخت مملکت شهر دوشنبه ربط مستقیم دارد. از قدیم برای انسانیت شهرسازی و شهرداری کاری سهل و آسان نبود و نیست. ملت تاجیک از قدیم ملت سازنده، بنیادکار و تمدن آفر بود و هست. در زمان معاصر و محض در دوران استقلال دولتی تحت سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر نام تاجیک و تاجیکستان در عرصه جهانی روشن شد و پیشنهادهای فراجهانی پیشوای ملت با زبان تاجیکی از منبر بلند سازمان ملل متحد به گوش عالم رسید. در این راستا در مملکت در برابر بنیاد شهرها، کارخانه‌ها، مکاتب تا مکتبی، عمومی و عالی، بیمارخانه‌ها و هزارها نامگوی دیگر از جمله و خاصتاً پایتخت مملکت شهر دوشنبه با سرعت و اسلوب و طرح خاص شهرسازی در یک مدت کوتاه تحت راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به یکی از شهرهای زیبا و پیشرفته در جهان تبدیل یافت. یکی از عناصر مهم دولت‌داری داشتنی یک پایتخت مترقی و یک پایتختی که در آنجا نیروهای ذهنی و نیروهای سیاسی فرهنگی جمع شدند و کار میکنند برای بهره رشدی این دولت. و ببینید در طی این سالی سپری شده تاجیکستان در برابر پایتخت خیلی پیشروی را کردند و اگر ما رشدی پایتخت شهر دوشنبه را ببینیم با زحمت های شبان روزی محترم رئیس شهر رستم امام‌علی دیده استیم که یک شهری خیلی مدرن، اون ساختمان ها و اون معماری هایی که در شهر دوشنبه الان عملی کرده میشن با نظر داشت یعنی تکنولوژی های شهرهای سبز کرده استیدن که این هم دولت از آن میتیان که در حقیقت در رشد شهر نقشی
رئیسی شهر دوشنبه محترم رستم امام علی خیلی کلان است. اون کس کوشش کرده است که با نظرداشت تکنولوژی نوترین، با نظرداشت ورود نمودن لایحه های اینوواسیونی، جلب جوانان لایقمند خصوصا در صحه انجینری یعنی که مهندسی، ما شهر دوشنبه رو چنین یعنی که روش دیم که اون تنتانو برای نسل های امروزه بلکه برای نسل های آینده هم خدمت رسانده تواند. برای مهمانان خارجی و ساکنان دیگر مملکت چه که حتی برای خود ساکنان شهر دوشنبه روند آبادانی پایتخت با سرعت و جوابگو به طلبات معیارهای جهانی جریان دارد و از اینجاست که حتی ساکنان پایتخت وقتی بعد از یک مدت و یا چند ماه از یک گوشه دوشنبه به گوشه دیگری آن میروند در حال نوآوری را در مثال زیبایی استتیکی و یا دلیل دیگری واقعی در میابند. و دوشنبه بغیر از اون که یک پایتخت ماموری تاجیکستان میباشد مرکزی رویدادهای بزرگی فرهنگی سیاسی جهانی و ورزشی هم هست. در همین سالهای سپریجا ببینید چندین رویدادهایی که چورابین ورزشی سطح بلند گذرانده شدند که در حقیقت سیمای دوشنبه رو با جهان معرفی کردند. سیمای یک پایتختی متمدن، یک پایتختی رشد کرده، یک پایتختی که تمام انفراستراکتورهایش کار میکنند. این زیبایی و آبادی را میباید با چشم خود دید. شاید نه همه از ساکنان دیگر میهن عزیز ما در چند سال اخیر از شهر دوشنبه دیدن کردند. برابر رشد سیاحی خارجی اگر سمت سیاحی داخلی نیز رشد یابد به منفعت میبود، زیرا در نواحی گوناگون کشور هستند فرض کردیم طبیبان، کشاورزان، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار دیگری که بیش از 35-40 سال در سمتهای خود فعالیت کردند و در سالهای اخیر به پایتخت مملکت نامدان. اگر در این سمت از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شوند تا ساکنان دیگری مملکت از روند آبادانی پایتخت دیدن میکردند خوب میبود. باید متذکر شد که تازه و زیبا و زمانوی و به طلبات جهانی جوابگو بودن پایتخت مملکت افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است. زیرا وقتی که سیاحان خارجی از تاثیرات رنگین خود وابسته به شهر دوشنبه در سامانه‌های اینترنتی میگویند، این تنها یک معلومات مثبت و نظر نیک نیست، بلکه این نگاه و نظر در خصوص پایتخت وطنی ماست، قلب تاجیکستان که آن را نام دوشنبه است. واقعا پایتخت مملکت شهر دوشنبه در چند سال اخیر به طور بی‌سابقه رشد کرد و طور در بالا نیز قید کردیم. خوب می بود اگر بخش‌های سیاحی و یا از این بهتر مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های دیگر مملکت خط سیرهای سیاحی داخلی را تشکیل می‌کردند تا نمایندگان کسب و کار گوناگون از مناطق مختلف کشور به شهر دوشنبه آمدند. این همه زیبایی، زحمت‌ها و مسئولیت شهرداری و شهرسازی و جرایان آبادانی و پیشرفت را با چشم خود می دیدم. و این تجربه در دولت‌های مترقی دنیا پیاده است، یعنی سیاحی داخلی. و مهمتر از همه، کارهای انجام داده شده در سمت آبادانی پایتخت و تحرک ادامه یابنده آن دیدنی و گفتنی و شنیدنی و نمونه عبرت است. منوشهر علیزاده، مهراز جمعه، اخبار. در شهر خوروق 42 کارخانه صنعتی فعالیت نموده، حجم استحصال محصول صنعتی در این دوره با 24,722,700 سومانی برابر شده است. گزارش در این خصوص. حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت مملکت را یکی از هدف‌های معین کننده آینده کشور عنوان نموده، برای رسیدن به این هدف در برابر بنیاد کارخانه‌های عظیم استحصالی با کارخانه و کارگاه‌های خرد و میانه صنعتی توجه خاص ظاهر کرده می‌شود. کارخانه پویافزول بروری سندل که در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروق فعالیت دارد، از زمره کارخانه‌های صنعتی در ولایت محسوب یافته، با تکنیکای زمانوی پویافزول دوزی مجهز گردانده شده است. این کارخانه قریب یک سال فعالیت نموده، امروز محصولات کارخانه در مغازه و بازارها موقع خاص را پیدا نموده، با صفت بلندش بازارگیر گردید. کارخانه با در نظر داشت طلبات زمان و درخواست و فرمایش خریداران محصولات خوش صفت را استحصال می نماید. این است که طول فعالیتش محصولات این کارخانه مشتریان خود را پیدا نموده، در شرایط بازار اقتصادی موفقی کارخانه را نشان می دهد. این کارخانه تحت عنوان یک محصولات استحصال نموده، علاقه با سه
مغازه پویافزول فروشی شهر دوشنبه و ولایت سغد همکاری را برای گذاشته ایستاده است. قابل به ذکر است که تمام تجهیزات کارگاه از جمهوری مردمی چین وارد گردیده است. تکنولوژی کارگاه از نگاه خراجات کم مصرف است و کاری 2-3 ساعته دستی را در 40 ثانیه انجام می‌دهد. برای اجرای کارهای دستی در مرحله اول 17 نفر به کار جلب شدند و عین حال بیش از 30 نفر در اینجا کار کرده ایستادند. برای استحصال با صفت پویافزول یک اشیای خام از ترکیه وارد گردیده. اقتدار استحصالی کارگاه در یک سال از 15 تا 20 هزار جفت پویافزول را تشکیل می‌دهد. کارخانه صنعتی سندل با برند یک که به استحصال پویافزول مشغول است سال 2023 به فعالیت آغاز نمود. در کارخانه مذکور عین آل 20 کارمند فعالیت نموده، محصولات استحصال نموده کارخانه در دیگر شهر نایه ها به فروش گذاشته شده است. مسئولین کارخانه نیت دارند که در آینده نیز محصولات استحصال نموده خود را با صفت بلند و مطابق به طلبات بازار جهانی پیشنهاد میزوجان نمایند. ماهره طاهر، مبارک شای رستم، شهر خاروخ، اخبار. روند کارهای ساختمانی در ناحیه عبدالرحمنی جامعه با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه جریان دارد. گزارش همکاران ما. طبق نقشه چارابینی های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مقامات محلی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران اقدام های زیادی بنیادکاری راه اندازی کرده شده مرحله به مرحله انفراساختار کار و خدمت رسانی مکمل و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می شود. طبق اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت های شهرک و دهات ناحیه تعمیر و از نوسازی و بنیاد 211 انشاءات گوناگون تعینات به نقشه گرفته شده تا به امروز زیاده 100 انشاءات ساخته مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی موافق مقصد ادامه دارد. بنا و انشاءات بنیاد شونده در ناحیه عبدالرحمن جامی اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صناعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمت‌رسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و مومفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد، چراغان و صفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌ها را که برای تأمین شرایط خوبی کار و روزگار ساکنان مساعدت می‌کند، در بر می‌گیرد. در روند باثبات کارهای سازندگی و آبادانی در برابر مبلغهای بودجه همچنین ساکنان و صاحبکاران محلی هوسمندی زیاد نشان داده برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی وطن حصه گذاری می نمایند. در ناحیه طبق دستور پیشوای ملت بنای مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی در روشانه سیام ساختمان به مرام ادامه دارد و بنای پنجشونه خدمتچیان دولتی با پروگی ساختمان به اتمام رسید و در روزهای نزدیک آن را به استفاده می دهیم. و اینچنین قصر فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی در اساس دیرکسیه ساختمانی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد که 80% آن در حالت انجام یابی است. این شرط هایی که بخشیده به جشن 35 سالگی به نقشه گرفتگیم از طرفی حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت ختلان و خود حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی و جلب صاحبکاران و سخاوتمندان ناحیه جلبشان هستند و کارها ادامه دارند. در روند کارهای ساختمانی در انشاءات بنیاد شونده صدها نفر ساکنان محلی به کار جلب گردیده با دسترسی از مساله ساختمانی به صفت کارها و طرح معماری آنها توجه خاصه ظاهر می نمایند. امروزها در یک چند انشاءات مهم جشنی که با توجه و مبلغ گذاری حکومت مملکت بنیاد گردیده استاده اند با بسته به سمت فعالیتشان کارهای رنگ و بارکنی، پردازگری و آرایشی با استفاده از هنرهای گچکاری و چوبکاری ادامه داشته مورد استفاده قرار گرفتن آنها در برابر باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردیدن سطح و صفت کار و خدمت رسانی همزمان با زیباگی مرکز ناحیه شهرک عبدالرحمن جامی زینت و تراوت تازه می بخشد.
موافق با طلبات و معیار شهرسازی در بنیاد انشاءات جشنی در ناحیه عبدالرحمن جامی صحن و اطراف بنا و انشاءات بنیاد شونده توسط شینانیدن نهالان سایه افکن و آرایشی، میسازارکنی و چراغانکنی و نصب صحبتکده ها سبز و خرم گردانیده شده برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مساعد گردانیده می شود. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی بهر تطبیق عملی نقشه و برنامه های حکومت جمهوری تاجیکستان که با پررگی برای رشد ساحه های اقتصادی و اجتماعی مملکت و تامین زندگی شایسته ساکنان روانه گردیده است، تدبیرهای لازمه را راه اندازی کرده مرحله به مرحله به نتیجه های نظررس استحصالی و آبادانی نائل گردیده استادند. اسماعیل صاحب نظر، موسای نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.